تظاهرات جوانان سنندج با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اعتراض دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب به اعدام‌های اخیر، مراسم سالگرد شهادت احسان فتاحیان در کرمانشاه با حضور مردم، تجمع اعتراضی جوانان کرمانشاه، حرکت اعتراضی کارگران شرکت پونل پاکدشت، تجمع کارگران شهرداری خرمشهر، اعتراض کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان، حرکت اعتراضی کارگران بازنشسته لوله‌سازی اهواز، اعتراض والدین دانش آموزان در بندر دیلم، تجمع اعتراضی مردم دسفول به کمبود دارو، وخامت وضعیت جسمی زندانی سیاسی علی معزی پدر دو مجاهد اشرفی و ممانعت دشقیمان از درمان وی و قتل سه هموطن چابهاری به دست ماموران جنایتکار رژیم آخوندی. روز شنبه 25 آبان جوانان سنندج با حمل پلاکاردهایی علیه اعدام‌های جنایتکارانه توسط رژیم آخوندی تظاهرات کردند. این تظاهرات ساعت 17 از بازار میوه فروشان سراح نمکی آغاز شد. جوانان از جمله شعار می‌دادند زندانی سیاسی آزاد باید گردد، نه به اعدام، آری به زندگی. روز پنجشنبه 23 آبان ماه همزمان با عاشورای حسینی مراسم چهارمین سالگرد شهادت احسان فتاحیان بر مزار وی در باغ فردوس کرمانشاه با حضور خانواده و بستگان و جمعی از مردم کرمانشاه برگزار شد. رژیم ضد بشری آخوندی روز چهارشنبه 20 آبان 88 زندانی سیاسی احسان فتاحیان 27 ساله را در زندان سنندج به دار آویخت. دانشجویان دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب اطلاعیه‌هایی را در محکومیت اعدام زندانیان سیاسی کرد توسط رژیم آخوندی توزیع و نصب کردند. جمعی از جوانان جویای کار روز شنبه 25 آبان در مقابل اداره بیمه رژیم در کرمانشاه تجمع کردند و به پرداخت نشدن دو ماه حقوق ماهیانه و فساد اداری در این ارگان رژیم اعتراض کردند. کارگران اخراجی شرکت پونل در پاکدشت روز شنبه 25 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل دادگستری آخوندها تجمع کردند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل ساختمان شهرداری رژیم تجمع کردند. کارگران بازنشسته کارخانه لوله‌سازی اهواز در اعتراض به وضعیت وخامت‌بار معیشتی در مقابل دادگستری رژیم آخوندی تجمع کردند. این دسته از کارگران محروم نزدیک به 7 سال است حقوق و مزایا دریافت نکردند. کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان در رشت روز شنبه 25 آبان برای ششمین بار در مقابل دفتر این کارخانه تجمع کردند و به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. شماری از والدین دانش آموزان در بندر دیلم به اخاذی رژیم آخوندی اعتراض کردند. این اخاذی به بهانه تأمین هزینه آب و برق مدرسه صورت می گیرد. گردانندگان مدارس تهدید کردند اگر دانش آموزان پول نپردازند، امتحانات درسی از آنها گرفته نمی شود. جمعی از بیماران و شهروندان دزفولی در مقابل درمانگاه نبوی تجمع کردند و به کمبود دارو و در خطر بودن جان بیماران اعتراض کردند. وضعیت جسمی زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی به وخامت گرایید. وی که در زندان مرکزی کرج محبوس است، از مشکلات کلیه به شدت رنج می‌برد، اما دشقیمان رژیم آخوندی اجازه انتقال به بیمارستان و درمان وی را نمی‌دهند. زندانی سیاسی علی معزی که سابقه بازداشت و زندان در دهه 60 به اتهام هواداری از مجاهدین را دارد، در پاییز 87 دستگیر و به 2 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. وی پس از تحمل 2 سال حبس در زندان گوهردشت آزاد شد، اما مجدداً در 22 خرداد ماه سال 90 به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت مجاهد قهرمان علی صارمی بازداشت شد. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در زندان بندرعباس طی دست نوشته‌ای با عنوان روباه بنفش فریدون روحانی نوشت:
شیخ حسنک روحانی نما در کسوت رئیس جمهور امت فقیه مدام نق می زند و با اظهار عجز و ناله طوری وانمود می کند که انگار به تازگی از کره ماه بر ایران نازل آمده و با گستاخی هرچه تمامتر تقصیرات را به گردن دولت قبلی می اندازد. چون این آشفتگی تنها دستپخت تهوع‌آور خمینی، رفسنجانی و خامنه‌ای نیست، بلکه خود او هم در تمام جنایات انجام شده شریک بوده است. لذا بهتر است شیخ حسن فریبکاری را کنار بگذارد و به صراحت بگوید آن کلیدی که ادعا می کرد در دست اوست، درست مثل نام خودش خمینی، خامنه‌ای، رفسنجانی نه تنها جعلی بوده بلکه مربوط به عهد مفرق است. ماموران جنایتکار نیروی انتظامی روز پنجشنبه 23 آبان در گلشهر چابهار یک جوان معترض را از پشت هدف گلوله قرار داده و به قتل رساندند. بنا به خبر دیگری ماموران جنایتپیشه رژیم در چابهار ساعت 15 روز شنبه 25 آبان دو شهروند را که نزدیک به پمپ بنزین بودند به قتل رساندند.